لبنان، مسائل عین اسرائیل و غزه، یمن، عمان هم اخیراً به اونا اضافه شده، ایجاب میکند که ما راجع به این مسائل یه مقدار تجزیه و تحلیل بکنیم. یکی از دوستان کنگره همبستگی، آقای مهندس سردار حداد، در این زمینه صحبت کردن که به همین دلیل برنامه امروز ما شامل چند قسمته. یکی عبارت است از گفتگو با آقای مهندس سردار حداد و دیگری گفتگو با آقای دکتر سعید حمزوی و بعد انشاءالله فرصتی که باقی بود بریم به بقیه مطالب مربوط به براندازی. میخواستم خواهش کنم که اگر آقای مهندس سردار حداد روی خط هستن اعلام بفرمایید، در غیر صورت من میتونم یه مقداری برنامه رو ادامه بدم تا بعد ایشون رو بیان. اطلاع دارن که ایشون هستن روی خط. آقای مهندس سردار حداد، درود بر جناب‌عالی. خواهش میکنم عرض کنم که من مقدمتاً اینجا به بینندگان عرض کردم دلیل این که ما امروز ما وقت بونو اختصاص دادیم قسمتشو برای مسائل روز این است که با اینکه ما هیچگاه قرار نیست که راجع به مسائل روز خیلی وقت بگذاریم، ولی به علت اهمیت مسئله و این تنش فراگیری که در همه خاورمیانه از شمال آفریقا تا تمام قسمت خلیج فارس مطرح هست، این تنش فراگیر ایجاب میکنه که ما راجع به این یه مقدار گفتگو داشته باشیم، چون شما بیشتر از هر کس دیگری در کنگره نسبت به این مسائل بررسی و مطالعه دارید و دقیقا پیگیری میکنید همه این مطالب رو. من میخوام خواهش کنم که شما نظراتتون رو به طور خیلی فشرده حد اکثر تا 15 دقیقه بیان بفرمایید، هم بنده استفاده کنم همه بینندگان عزیزم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما. درود بر شما و همه ایران دوستان، بینندگان محترم برنامه. حالا همونجور که شما اشاره کردید، مدتی است که تنش زیادی در چندین کشور عرب در منطقه خاورمیانه ایجاد شده به دلایل مختلف، نارضایتی که مردم در کشور مختلف دارن از اوضاع. این تظاهرات اخیر در وقت از مسائلی در تونس شروع شد. در تونس اوضاع اقتصادی بسیار بده و گرانی شدید و درصد بالای بیکاری به خصوص در میان جوانان، این باعث نارضایتی زیادی در مردم شده. همینطور مشکلات اجتماعی سیاسی که در تونس سالها وجود داشته و فسادی که در تونس در دولت تونس بوده، این اخیراً به این صورت در آمد که یک جوان تونسی که تحصیلات دانشگاهی داشت ولی به خاطر اوضاع بد اقتصاد و نبودن کار مجبور بود یک کار آزادی رو انجام بده. این شخص به خاطر کسی بود که واقعا مسئول خانوادهش رو اداره میکرد، که مادری داره و 4 برادر و 3 خواهر، این خانواده بزرگ رو ایشون اداره میکرد با درآمد مختصری که داشت، ولی به خاطر فسادی که در تونس وجود داشت مقامات دولتی زندگی این شخص رو و کاری که داشت مزاحم شدن و در حقیقت ایشون سعی میکرد به فروش میوه و سبزیجات زندگی مختصری داشته باشه و درآمدی داشته باشه، و با درگیری هایی که با مقامات دولتی داشت این شخص، این کار او رو از بین بردن، ازش گرفتن و به او توهین های زیادی شد، به صورتی که این شخص دیگه نتونست تحمل بکنه. یعنی دید که با وجود اینکه تحصیلات دانشگاهی داره و سعی کرده که زندگی بهتری داشته باشه، کار پیدا نکرده و همین کار مختصری هم که داشته ازش گرفتن، و به خاطر این فشار زیادی که روی بود خودسوزی کرد، خودکشی کرد، و بعد از مدتی که در بیمارستان بود بعد از خودسوزی ایشون فوت کرد. و این موضوع باعث شد که دیگران هم که در تونس مشکلاتی شبیه او رو تجربه کرده بودن تحت تاثیر خودسوزی این شخص تظاهرات عظیمی ایجاد کردن
و در مدت کوتاهی که دولت تونس البته سعی کرد این تظاهرات رو سرکوب بکنه موفق نشد و رئیس جمهور تونس که از سال 1987 در قدرت بود حکومتش و توانسته بود که با فساد خودش و وزیراش و خانوادش اقتصاد تونس رو در حقیقت در انحصار خودشون بگیرن، این آقای زین العابدین بن علی مجبور شد که تونس رو ترک بکنه و حکومت او ساقط شد و مجبور شد به کشورهای دیگه بره. این موضوع باعث شد که کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه مانند مصر، مانند یمن و اردن و جای دیگر که مردم اونجا هم نارضایتی زیادی دارن از اوضاع کشور، از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اونها هم شروع کردن به تظاهرات و بزرگترین این تظاهرات فعلا در مصر بوده که الان حدود 12 روز 13 روزه که ادامه داره و این باعث مشکل زیادی شده چون مصر کشور یکی از بزرگترین کشورهای عرب با بیشتر از 80 میلیون جمعیت و خب کانال سوئز هم در مصر هست که از اونجا مقدار زیادی از کالاها از طریق کشتی عبور میکنه، نفت و خیلی کالاهای دیگه و بنابراین اهمیت استراتژیک برای نه فقط منطقه خاورمیانه برای تمام دنیا داره. مشکلاتی که در مصر هست اون هم متاسفانه باز به خاطر همین مسائل اقتصادی است که فشار زیاد خرج ها که بسیاری از کالاها در تمام دنیا قیمتش بالا رفته و به خاطر اینکه فقر زیادی در بعضی از این کشورها من جمله مصر وجود داره مردم زیر فشار بودن. بنابراین تظاهراتی شده در این تظاهرات در مصر برای مثال افراد و گروه های مختلف با گرایش مختلف شرکت داشتن و تعدادی از افراد به خصوص جوان ها در مصر از تمام ابزار برای برقرار کردن اطلاعات و رابطه با دیگر افرادی که ناراضی هستن استفاده کردن، من جمله از فیسبوک و اینترنت و توییتر. این تظاهرات رو شروع کردن این جوان ها، بیشتر جوان هایی که در این تظاهرات شرکت کردن و تظاهرات رو ارگانایز کردن اینها کسانی هستند که آزادی بیشتر میخوان یا آینده بهتر میخوان، برای اینکه در مصر هم بیکاری به خصوص در بین جوانها بسیار بالاست آمارش و اینها خب یک آینده بهتری برای خودشون میخوان. ولی غیر از این جوانها و بعضی گروه های دموکراتیک دیگر که در مصر هستند، دیگر گروه ها و سازمان های هم هستند که اونها هدفشون دموکراسی نیست و هدف های متفاوتی دارن. برای مثال این سازمان اخوان